خب برای یک کارت ویزیت بیم کارت ویزیت خیلی خیلی رسمی کار کنیم. اندازه استاندارد کارت ویزیت 8.6 × 4.8 سانتی متر. گفتیم برای صنعت چاپ دی پی آی باید 300 باشه. برای مانیتور باید چقدر باشه؟ عکسی بخوایم برای مانیتور اینا آماده کنیم 72. ویندوز چقدر؟ 96. دی پی آی تعداد نقاطیه که جوهر در یک اینچ مربع چاپ میشه. چشم انسان بیشتر از 300 نقطه رو نمیتونه ببینه، کمتر از 300 هم میفهمه کیفیتش کم برای چاپ. بعد مود رنگی برای چاپ، کارهای چاپی CMYK، برای کارهای غیر چاپی RGB. عرضم به خدمتتون که فتوشاپ رو حالت دیزاین گذاشتیم به خاطر اینکه صفحه آماده بشه برای کارهای گرافیکی. اینجا مثلا شما میتونی برای انیمیشن سازی انجام بدی، برای نقاشی و اسنشیال حالت حرفه‌ای و خلاصه است. صفحه باز میشه. کسایی که مثلا الان صفحه من این شکلیه، وقتی رو اسنشیال میذارم صفحه من رو خلاصه میکنه، یعنی اینجا پنجره های اضافی دیگه برام باز نمیکنه. بد نیست که شما همه با اسنشیال کار کنید. جا عکسای 16 بیت خیلی با کیفیتن، ولی همه کامپیوتر ها نمیشناستشون. ما با 8 بیت کار میکنم. خب الان رو اسنشیال. اسنشیال یعنی حالت حرفه‌ای. اینقدر تکون نخورین. خب تکون بخورین اسم میبرم، تو فیلممون هم داره ثبت میشه. خب ببینید، خطکش رو فعال میکنم، صفحه رو مغناطیسی میکنم برای اینکه موس گیر کنه و تنظیم حرکت موس با شمرده شمرده انجام بشه. اینا چیزایی که باید بلد بشه. یه کارت ویزیت میسازم برای مثلا رئیس اینجا مومان مثل. فرض کنید که لوگو رو هم بیاریم اینجا. لوگو اینجا رو از اینترنت میگیرم. این هم درس دادیم جلسه توی مقدماتی که چجوری عکس از گوگل بگیریم. آرم آموزش و پرورش قذفی. جان اینو که داره. خب برای اینکه با کیفیتش رو بگیریم میذاریم روی لارج. احتمالاً شاید با کلمه لوگو به نتیجه بهتری برسیم. لوگو آموزش باش. بله برای همه کشورها آورد غیر از مال ما رو. میدونید چرا نمیاره دیگه؟ برای اینکه اونایی که وبسایت های آموزش پرورش رو درست میکنن، اسمی که باید برای آرم آموزش پرورش بذارن آرم نیست، درنچه گوگل نمیتونه پیدا کن. یه چیزی پیدا کرده بودیم اینجا. اون سازمان آموزش پرورش هستش.
گو این این نه اینو میخوام اون تو عکس این کوچیکه من بزرگش رو میخواست حالا اینو سیو میکن خیلی این هم از رو میذاریم آرم آموزش و پرورش خیلی سیوش کردم تو کامپیوتر با آرومتر بگم باش ما همینک میرویم لوگو رو باز کنیم چایی بخورین تا موس برسه اینجا آروم فایل اوپن الان خوبه دوست دارین باش دارم شوخی میکنم خانم مگه واقعا میخوام اونجوری درس بدم خب من این لوگو رو میارم فعلا توی پروژه روش آوردن استفاده از ابزار موو این فعلا اینجا باشه اگرچه بعدا باید بسازمش خب یه گاید میذاریم در فاصله 0-0 خطکش رو میاریم اینجا میذاریم اینجا 2-0 خطکش میشه 1-0 اینم 1-0 حالا 1 سانتی متری راست پروژه رو میتونم راحت بفهمم کجاست اینطوری درسته؟ واحد اندازه خطکش رو هم میلیمتر میذاریم الان اینجا 5 میلیمتره بریم جلو الان 2 میلیمتر 4 6 8 اینجا میشه 1 سانتی متری سمت راست پروژه آره قیافش به 2 میخوره در صورت زیاده حالا هر چقدر که هست میذاریم رو نیم این بهتره از بالا هم همینطور میذاریم اینجا اینجا در واقع از اینجا شمردم روی نیم اسنپ تو گایدم روشن میکنم مطمئنشم هست برای اینکه این خطای مغناطیسی هم اسنپ داشته باشه مغناطیس داشته باشه موس وقتی عکسی میخواییم بذاریم نوشته میذاریم بچسبه بهش دارم مرور میکنم درسای قبل خب ابزار تکس ابزار تکس رو که کلیک میکنید بعضا طول میکشه تا باز شه این یه راه نوشتنه که شما کلیک کنید و بعدم شروع کنید مثلا نوشتن خانوم چیه اسمه خانوم رئیس اینجا شو رئیسن خانوم کلوانی اسم کوچیکشون چیه هاجر هاجر کلوانی باید دو چشمه سایزش کوچیکتر کنی بعد بریم توی پنجره تنظیم متن کاراکترها الان اصلا فاصله دارن اینو صفر کنیم که بچسبن به هم فونتش را میذاریم روی نازنین بولد از کجا فونت دارم تو کامپیوترم یه نرم افزار دادم توی مقدماتی که وقتی نصبش میکنی انواع فونت ها رو توی کامپیوترتون نصب میکنه هر وقت که یه ویندوز جدید نصب میکنید این نرم افزار هم نصب کنید خیلی ساده است پسورد و اینا هم نداره خودش میره تو فولدر فونت ویندوز یا علامه فونت به درد بخور میذاره اون وقت تو نرم افزار ورد و نرم افزارهای ام ای مثل این که میشه فارسی نوشت شما اینجا حق
انتخاب فونت رو دارید. انواع فونت های فارسی براتون نصب میشه، چه اونایی که با عدد 2 شروع میشن، چه اونایی که با بی شروع میشن مثل اینا، و چه اونایی که ساده هن. بله دیگه، فتوشاپ از پروژه های خودش عکس میگیره، بنابراین نیازی نداره به اینکه شما فونت ها رو کنار عکس بذارید. خب نرم افزارش رو این جلسه هم بهتون میدم. این نرم افزارش خیلی ساده است، نصب کنید خودش همه کارا رو انجام میده. فونت ها رو برات فونت نستعلیق هم براتون نصب میکنه که میخواین اینو نستعلیق میکنه. ببینید حتی نستعلیق ایرادش اینه که تو ورد خیلی خوب جواب میده، اینجا خوب جواب نمیده، ولی این نستعلیقش. خب برگردونیمش به حالت قبل. با چی برمیگشیم به حالت قبل تو فتوشاپ؟ کنترل آلت زد، مرحله به مرحله برمیگردم. یک بار کنترل زد، چند بار کنترل آلت زد. ببینید وقتی اینو میبرید بالا میچسبه به این گایدا، علتش اینه که اینا مغناطیسی هست. خب سمت ایشون مدیرن، بنابراین من اینو ازش دوپلیکیت میگیرم، از این لایه، از الان یه لایه اینو دارم یه لایه اینجا، این شد دوتا. نه من چون میگم خانوم، میگم خانوم، آره نه الان درستش میکنم، خانوم نمیزنی، تازه میشه خانوم ها. گفتیم که برای اینکه بخوایم این لایه رو انتخاب کنیم لازم نیست بریم تو پنجره لایه ها همش کلیک کنیم روی لایه های مختلف، همینجا میشه کلیک راست کرد و انتخاب کرد. خب این رو برای اینکه تنظیم کنیم یه گاید میذاریم اینجا انتهای این، یه این فونتش 14 بولده، اینو میذاریم روی 12 غیر بولد نازک با همون فونت. خب اینم از بریم سراغ خطوط پایین. من دوست دارم یه مربع، یه مستطیل اینجا بذارم، فیدرش رو صفر کنیم که لبه هاش گرد نشه. برای اینکه مستطیل بذارم از ابزار مارکو استفاده میکنم، منتها قبلش یه لایه خالی اینجا ایجاد میکنم برای اینکه این مستطیل توی یک لایه دیگه انجام بشه، نه توی لایه بک‌گراند. میدونید که الان اگه دستتون روی مثلا لایه لوگو باشه، اگه اینجا مثلا یه رنگی بزنید، این عملا تو پنجره اون داره انجام میشه. برای اینکه اتفاق نیفته من این بالای لایه خالی ایجاد کردم از اینجا. حالا کنترل منفی زومو میبرم عقب، کنترل مثبت میارم جلو. اینجا برای نه انتخابش کنید و انتخابش کردید گوشش رو بکشید کوچیک بزرگ شه یا عدده. من خیلی اهل شورتکات نیستم، شاید داشته باشی فکر نمی کنم. اون به شرطی که بلوک بشه انتخاب بشه. خب مثلا آموزش پرورش احتمالا یه رنگای سازمانی داشته باشه، نمیدونم چه رنگی آموزش پرورش رنگاش، سبز کجا اینجا مثلا،
اینجا اینجوری اینو میزنیم اینجا با سطل رنگ پینت پاکتز. الان چی داریم؟ الان یه لایه داریم اینجا بنویس، یه لایه خالی دیگه، یکم نوار نازکتر. با همین خانواده مثلا برای اینکه بهتر بشه اینو می‌ذاریم. خیلی خوب، این دوتا رو اگه خواستیم مماس بشه اینو بیارید اینجا، خودش میچسبه. اون لایه هایی که الان میخواییم دیگه دست نخوره قفلشون میکنیم، این لایه دیگه هیچ اتفاق براش نیفته، این هم همینطور. از این میخوام کپی بگیرم، یه داپلیکیت از این میگیرم، از این لایه، برای اینکه آدرس رو بنویسم. مشکلی که اینجاست اینه که این الان میره پشت، میخوایم بیاد جلو. بعد چیکار کنیم؟ کدوم پنجره؟ تو پنجره لایه ها کافیه اینو بکشیم بندازیم بالاترین لایه، حالا میاد رو. خیلی خوب، آدرس سایت اینجا رو میذاریم www. چیه سایتش؟ کاسپیان یعنی قزوین؟ کاسپیان احتمالا آموزش پرورش هم مثلا میشه نیلوفر. چی؟ بگین دات میدیو. خب اینجوری؟ خیلو خیلو ام دی ام ای آها خب داد. ببینید اینو وسط چینش میکنید و انگلیسی میشه left to right، این right to left، left. فونتش هم یه فونت انگلیسی که راحت خونده شه، از جمله اریال. اریال بولد داره، میذاریم فعلا بعدا بررسیم. خب میریم سر سایزش، کنترل تی، میتونم زنجیر رو بزنم که نسبت عرض و طول یک نواق کم و زیاد شه، میتونم هم نزنم، شیفت رو بگیرم، همین اتفاق میفته. اگه این کار نکنید که فونت خراب میشه، ببینید دفورم میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته شیفت رو نگه دارید، بعد اینو کوچیک کنید، اینه که برید زنجیر رو بزنید، بعد یه اینتر بزنید تاییدش. خب وسط پروژه چقدر کجا میشه؟ وقتی 8 و 6 باشه تقسیم بر 2 چقدر میشه؟ اینجا ماشین حساب هم هست، ببینید اگه یه موقعی احساس کردین که اعداد پیچیده ایه، 8 و 6 تقسیم بر 2 4 و 3. خب بگردیم دنبال 4 و 3. خب 0 و 0 رو اینجا تنظیم کنیم، برای اینکه به 4 و 3 برسیم خطکش رو سانتیمتر بذاریم، این 4 2 3. ضمناً خود فتوشاپ نسبت به وسط پروژه حساسه، یعنی وقتی دستتون رو حرکت بدید دفعه اینجا گیر میکنه، یعنی وسطه. خب بیایم اینم انتخاب کنیم، کنترل تی فری ترانسفورم رو میزنیم، آروم آروم میریم وسط. اوکی، میمونه آدرس فارسی اینجا. از این لایه یه داپلیکیت میگیرم، آلت شیفت کپی میگیره از یه لایه، آلت شیفت، ببینیم. حالا میریم سر آدرسش. خب برای آدرس کمک هم کنین، قزوین
میدانه، حالا همه از طرف خونه خودشون میگن، میدان شهید شهید رو میذارن تو آدرس، میدان شهید بابایی. خب ویرگول چی میشه؟ شیفت و تی فیک فارسیه، شیفت و تی، تی انگلیسی. قزوین میدان، این فزوین شد میشه قزوین. شهید بابایی، خب خیابان شهید دست غیب. مثل قزوین بلاک دو مثلا. پژوهشکده معلمان. خب فونتاش خوبه، رنگش مشکل داره و رنگش رو سفید کردم و میندازمش بالاترین لایه، وقتی بریش پایین دیده میشه. حالا سایزش مهمه، کنترل تی شیفت رو نگه میداریم کوچیکش. به هر حال گفتیم که یه گرافیست حتما پرینتر کنارشه و چک میکنه دائم سایزا رو، یعنی باید اینو پرینت کنید ببینید واقعیتش چی میشه. خیلی خوب، این شد کلیات طراحی حالا این کارت ویزیت. باید بریم سراغ لوگو، مهمترین قسمت فتوشاپ رو اینجا بررسی میکنیم.